محمد نیار، روانشناس متخصص روابط زوجی با بیش از 20 سال سابقه در امور مشاوره خانواده و درمان مشکلات روحی عاطفی. به کسی کینه نگیرید، دل بی کینه قشنگ است. به همه مهر بورزید، به خدا مهر قشنگ است، به خدا لاله قشنگ است. همه جا مست بخندید، همه جا عشق بورزید، سینه با عشق قشنگ است. امروز میخواییم درباره کینه ورزی، کینه توزی با هم صحبت بکنیم. چه عواملی باعث میشه که آدم ها کینه به دل بگیرن و نتونن فراموش کنن و ممکنه که سالهای سال خودشون آزار بدن؟ میخواییم این موضوع رو به صورت علمی و کارشناسی مورد بررسی قرار بدیم. یه بار خانواده‌ای برای مشاوره اومده بودن که به مدت تقریباً 15 سال 20 سال پدر خانواده از طرف همسر و 3 فرزندان مورد کینه‌ورزی و طرد بود. اصلاً قبولش نمی‌کردن این پدر رو. چرا؟ چرا 15 سال 20 سال کینه؟ وقتی دلایلش رو ریشه‌یابی می‌کنیم می‌بینیم که خب اولاً اون مادر شروع کرده راجع به پدر بدگویی کردن و از خاطرات تلخ دوران ازدواج خودش که مثلا شب عروسی تاج گل از سر من کشید، دست گل عروس رو پرت کرد، چه ها کرد، چه حرفایی زد، چه رفتار زشتی انجام داد، اینها رو منتقل کرده به بچه ها. خب بچه ها هم تمام تمرکزشون، فوکوسشون رو چیه؟ روی ضعف ها، اشتباهات و بدی های پدره. خب از همینجا مشخص میشه که دلایل کینه چی میتونه باشه؟ 1، ما تمرکزمون رو میذاریم رو ضعف‌ها و اشتباهات طرف و دیگه اصلاً به هیچ عنوان جنبه‌های خوب اون فرد رو نمیبینیم. اصلاً انگار دیگه واقعاً ما نابینا هستیم، هیچی جز بدی از اون آدم نمیبینیم. دائماً هم هی تکرار میکنیم اون صحنه رو مثل فیلم سینمایی تو ذهنمون که چه بلاهایی به سر ما آورد، چه سوء استفاده‌ای کرد، چه آسیب‌هایی به ما زد. اینو هی مرور میکنیم و آتش خشم در درون ما بیشتر و بیشتر و بیشتر. خب نتیجه راه حل ها رو که بریم جلو، میخواییم راه حل های عملی کاربردی بدیم که چی کار باید کرد با این کینه. البته بعضی از تیپ های شخصیتی، مثلا تیپ شخصیتی 2، به خاطر اینکه اینا خیلی خدمت میکنن، تیپ های هلپرن دیگه، امدادگرن، خیلی به دیگران سرویس میدن، خدمت میکنن، بعد اون جوابی که باید از طرف بگیرن نمیگیرن. مثلا شما به یه آدمی خیلی سرویس دادی، نصف شب دیگه، مثلا 2 هفته 3 هفته شب و روز نیاز به کمک داشته، شما دائم حاضر به یراق بودی، آماده برای کمک کردن، ولی این آدم شما رو تو خیابون میبینی، یه دفعه مثلا روشو میکنه اون طرف میره، چه حالی به شما دست میده؟ خب طبیعیه که این آدم ممکنه کینه بگیره. اولین کاری که شما باید بکنید اینه که تمرکز کنید رو جنبه های مثبت این آدم. فراموش نکنید که این آدم خب خوبی هایی داره، ایجگه های مثبتی داره و خوبی هایی در حق شما کرده. دوم، رنجش خودتون رو بلافاصله در میون بذارید. ساعت 8 رنجیدید، 8:01 با او در میون بذارید. نذارید هی تو دلتون بمونه، یه قده سرطانی بشه، یه کینه دیرینه بشه، با کلی کینه شطوری بشه تو وجودتون، ولتون نمیکنه. شطور اینجوریه دیگه، مثلا اگه کینه به برزه دنبال صاحبش باشه، خدا نکنه بیابون تنها بگیرتش. البته تریک میزنن، میگن مثلا لباساتو دونه دونه در بیار، اون ساربان یکی یکی باید
اون شطور هم میاد یکی یکی این لباس ها رو میگیره، خوش رو میباله لباس ها، گاز میگیره، بعد دوباره میدوه دنبال اون صاحب و زمان زیادی هم میتونه بالاخره گیرش میاد، یعنی تا زهرش رو نریزه بل نمیکنه. اینجوری نباشید عزیز من، هشت رنجیدی، هشت یک دقیقه مکن، با شجاعت، با جسارت تمام، با گستاخی اما مؤدب. شاید عجیب باشه، گستاخی مؤدبانه، یعنی جسارت بگیم بهتره، با جسارت مؤدبانه همین الان مرد زنگ بزن بهش با که من دست رنجیدم ناراحتم. این سالها تو دل خودت نگه میداری چرا؟ اولا یکی از دلایلی که شما باید ببخشی نه به خاطر اینکه اون آدم شایسته بخشیده شدنه، بلکه تو سزاوار آرامشی. یعنی یکی کوله پشتی همراهش بود، این کوله پشتی خیلی سنگین بود، به سختی داشت حمل میکرد میومد و یکی بهش گفتش که آی چی کار داری میکنی؟ این چیه همراهه؟ گفت چی کوله پشتیه؟ گفت بذار زمین ببینم. کوله پشتی رو زمین، یکی یکی اینا رو در میارد، مثلا یه سنگی انقدری، خب اینو کجا داری میبری؟ با خودش این سنگا رو داره حمل میکنه، کجا داری میبری؟ این چیه؟ این آره دوستم فلانجا مثلا بی محلی کرد، منو دعوت نکرد، من دعوتش کردم تو مجلس مثلا عروسیم تولدم اما اون اصلا دعوت نکرد منو، کینه گرفته. فلانجا بچه بودم این حرفو زد، اینجوری حالم گرفت، تردم کرد، تحقیرم کرد. یه سنگ دیگه، این چیه؟ این مال برادرمه، به من گفتش که نمیدونم تو هیچ ایکسی نمیشی، تو بزرگ بشی حمال میشی فلان. این چیه؟ یه سنگ دیگه مثلا انقدری، این مال همسایه‌مون. این چیه؟ ببینید پول پشتی پر از بارهای سنگینی که داره با خودش حمل میکنه، به دردم نمیخوره، فقط تو داری خودتو زجر میدی. پس تو سزاوار آرامش و زیبا زیستن هستی و وقتی میبخشی سبک میشه. این حسی که دانشمندها کشف کردن به عنوان یکی از حسهایی که انسان داره، وقتی هزاران نفر در یک تحقیق پژوهش میگن که وقتی این کارو کردی بخشیدی، وقتی این کمکو کردی چه حسی داشتی، همه میگن حس سبکی. این یعنی یه چیزی در انسان هست دیگه، سبک میشی، سبک بال میتونی حرکت. پس این کوله پشتی رو بذار زمین، ولش کن، بلافاصله زنگ بزن با من از دست تو رنجیدم ناراحتم، با شجاعت تمام حرف بزن و بگو. پس راه این که ما کینه ها رو خالی بکنیم، یکی این که باید با شهامت و شجاعت تمام حرفمون رو بزنیم، دوم تمرکز کنیم رو زیبایی ها، سوم یه تکنیک خیلی ساده بهتون میگم، ما تو جلسات مشاور استفاده میکنیم، تکنیک کف دسته. دست راستتون فردی رو تصور کنید که خیلی دوستش دارید، عاشقش هستید، اونو با جزئیات تمام، مثلا یه بچه یک سال و نیمه است، 18 ماه است که خیلی شاده، میخنده، شیرینه، اینو تصور میکنید دست راستتون، خیلی دوستش دارید، هر موقع یادش میفتید خیلی حال میکنید، لذت میبرید. 10 الی 20 ثانیه به این تصویر دست راستتون نگاه کنید. دارم راجع به چی حرف میزنم؟ میگم کسی که نمیتونی ببخشیش چیکار باید بکنی این حس عوض بشه؟ روانشناسی خیلی راحت به شما کمک میکنه. 10 الی 20 ثانیه تصویر رو اون فردی که عاشقشی دوستش داری نگاش کن، همینجوری نگاش کن، قشنگ برو تو جزئیاتش، صدای خندش رو میشنوی، برق چشاش رو میبینی، قشنگ حالتهای چهرش قشنگ تو ذهنت ثبت میشه. نگاه کن، بعد از 10 الی 20 ثانیه، حالا میانگین بگیم 15 ثانیه، بیا تو این دست چپت نگاه کن، چند ثانیه؟ 5 الی 10 ثانیه، بیشتر نه، میانگین 7 ثانیه به این دست چپت که اون فردی که ازش متنفری، ناراحتی، نگاه کن. بعد از 5 الی 10 ثانیه یا 7 ثانیه دوباره بیا این کار انجام بده. روزی 3 دقیقه این کار رو بکن، روزی 3 دقیقه، زمان زیادی نیست. کینه گرفتی، 20 ساله با برادرت قهری، با یه تمرین خیلی ساده این کار رو انجام بده، روزی 3 دقیقه. بعد از 21 روز شما دوستش داری. خیلی جالبه و جالبه که تو تنهایی، یکی از تکنیک های قشنگ دیگه اینه که تو تنهایی های خودت قربون صدقش برو. من که دست اون ناراحتم، من ببینم خیرخیرش میشم. نه عزیز من، رفتارش اشتباهه، تو رفتار اونو با شخصیت خود اون اشتباه نگیر، اون آدم خوبیه، اون عزیزه، اون دوست داشتنی، اگه بد بود که خدا خلقش نمی کرد، هیچ چیز بدی رو خدا خلق نمی کنه. که میدونم زجر میکشی، داری اذیت میشی، به قول پروفسور حسابی میگه انسان ها دو تا دل دارن، یه دلی که درد میکشه و یه دلی که ظاهر مردم میبینن و شاد و خندونه. خب
چطوری ما میتونیم کینه رو فراموش بکنیم یا ببخشیم با این شیوه‌ها؟ یک، بیاییم شرایط فرد رو بفهمیم، ببینیم واقعا اون تو چه شرایط و موقعیتی بزرگ شده، ژن این آدم چی بوده، اصلا تو چه خانواده ای رشد کرده، پدر مادرش کی بوده. میگن مریم مجدلیه، شاید بشناسید، که از فکر میکنم پیروان پروپاقرص حضرت عیسی شد، یه زن زیبای تنفروش بود در زمان حضرت عیسی. مردم دویدن دنبالش، میخواستن سنگسارش کنن، پناه آورد به حضرت عیسی. پشت حضرت عیسی قایم شد. حضرت عیسی گفت مسئله این نیست، میتونید سنگسارش کنید، اما یه شرط داره، اولین سنگ رو کسی بزنه که تا به حال گناه نکرده. همه دونه دونه سنگ رو انداختن زمین. خب الان از طرف مثلا کلیساهای کاتولیک و بسیاری از بخشای مسیحیت به عنوان یک قدیسه شناخته میشه این آدم. پس شرایط اون آدم رو بفهمید. آیا خودتون تا به حال اشتباه نکردید؟ خودتون خطا نکردید؟ خب شما هم این کار رو کردید، شما هم شرایط سخت. پس شرایط اون آدم رو بفهمید، بدونید این آدم تو چه شرایط و موقعیتی بوده. پس وقتی شما شرایط طرف مقابل رو میفهمید، درک میکنید، بهتر میبخشید. با تمرین کف دست خیلی راحت میتونید ببخشید، با زوم کردن روی ویژگی های خوب و مثبتش خیلی بهتر میتونید ببخشید، و به خاطر خود خود خودتون ببخشید، چون شما سزاوار عشق و دوست داشته شدن هستید. پس از کسی کینه نگیرید، دل بی کینه قشنگ است. انسان های خوشرو خوشبو هستند، انسان های خوش اخلاق، انسان هایی که کینه به دل نمیرن، راحت میبخشن. اینها با آشتی آشتی میکنن و با مهربانی در میآمیزن و از لحظه به لحظه زندگیشون لذت میبرن. با چی؟ با بخشش. ببخشید. مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی معین برگزار میکند. دوره انسان آرام. این دوره بر مبنای تطبیق تئوری موج سوم، ACT، تکنیک EFT و آلایش روانی برگزار خواهد شد. دوره شخصیت شناسی، خودشناسی و دگرشناسی. دوره زن کامل، متعادل و جذاب. دوره نوجوان توانگر. دوره بهبود و غنی سازی روابط زوجه، بازگشت به عشق.